یو شمېر ښځینه معترضو نماندانو خپلې شونډې ګنډلې. په کابل کې د بېلابېلو ولایتونو معترضې نماندانې چې له تېرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې، اوس یې د نه خوړو اعتصاب لپاره خپلې شونډې ګنډلې دي. دغه معترضې نماندانې چې په کابل کې له روژې مخکې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې، وایي چې د دولت له ډېرو لوړپوړو کسانو سره یې ولیدل، خو دوی یوازې تیر ایستي او د دوی فریاد یې نه دی اورېدلی. دوی اوس د نه خوړو حساب کړی او د دې لپاره یې خپلې شونډې ګنډلې. باس دا دی چې حکومت ولې د دغو ښځینه نماندانو غږ نه اوري، اصلي ستونزه څه ده، او د ټاکنو څارونکي بنسټونه د ښځینه معترضو نماندانو د دغه اوږده اعتراض په اړه څه نظر لري؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ښځینه معترضو نماندانو پر وروستي اعتراض غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمنې میلمنې بحث وکړي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایانده مروه امینی او د کندوز معترضو نماینده شکریا پیکان. ستړي مشي اغلی پیکان، کدا باسه تاسو خپل کوم د نن اعتراض دلیل مسده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت خواهر ما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون شما. اعتراض ما، چون شما در جریان هستین که بیشتر از 80 روز میشه در 100 متری سپیدار ارک ما در اونجا خیمه اعتراضی را زدیم. در 80 روز ما همیشه صدا بلند کردیم از طریق مطبوعات. خواست ما خواست فراقانونی نبود، چون به حق مردم ما، به حق خود ما حق تلفی شده بود، حق مسلم ما گرفته شده بود. با به ایواز ما کسایی که بودیم برنده بودیم، کامیاب بودیم، اما رای بیشترین رای از مردم خود داشتیم. در اون شرایط تا اساس که ما در شرایط ناگوار که ما کمپاین کردیم، رای گرفتیم، بالاخره به ایواز ما کسایی را روان کردن که اصلا رای واقعی مردم خود نداشت. به همین خاطر ما خیمه اعتراض برپا کردیم، صدای خود بلند کردیم، صدای خود با حکومت رساندیم و از حکومت هم تعداد کسایی از مشاورین ها آمدن. آقای محب رئیس شورای امنیت آمد، بر ما وعده هایی دادن، بر ما وعده و وعید دادن، گفتن ما مشکل شما را بر رئیس جمهور میتیم میبریم و شما را با ملاقات با رئیس جمهور میگیریم. اگر امکانی از این بود، اگر رای حلش بود، حداقل یک کمیته را به نام کمیته تکنیکی شاید اگر امکانش باشه ایجاد میکنیم. اما متاسفانه متاسفانه به همه روزه که تیر میشد، هر روز یک روز، دو روز، سه روز، بالاخره 80 روز میشه، ولی یک چال بود و فریب بود و نیرنگ بود. بالاخره ما چندین بار اگرچه اعتصاب کردیم، شما در جریان هستین که حتی بسیار مشکلات هایی را ما در اونجا گذاشتانیم، زیر آفتاب سوزان در وقتی که باران بود، طوفان بود، خاک بود، گرد بود، گل لای بود، با آن هم ما مقاومت کردیم، مبارزه کردیم و بالاخره تن ندادیم در مقابل کسایی که در مقابل ما ظلم کردن، ستم کردن، حتی آبپاشی کردن، حتی پلیس ها آمدن خواهرای ما را لدکوب کردن. با آن هم اونجا ما قبول کردیم، تمام مشکلات قبول کردیم، صدای ملت خود در اونجا کشیدیم. اما متاسفانه تا امروز یک کلمه جواب مثبتی که به خاطر عدالت خواهی ما بر ما داده باشن ندادن. ما مطمئنیم که امروز تعداد از خواهرای ما ببینید کاسه لبریز، چی میگن، لبریز شد، کاسه صبر ما لبریز شد، بالاخره هم یک کارت از استخوان تیر شد، مجبور شدن که امروز دهن خود خواهر هم دقیقه لگه تشریح کشی استاسو چو تنو نماندن و چرول اعتراض کرده و کی دیشب استاسو پو غوختن و باندیم راشو. ببینید چهار نفر از امروز، قبلا هم ما تعدادی از خواهرای ما اعتصاب غذایی کرده بودن. بله. در جریان هستیم که حتی سرحدشان به شفاخانه کشانده شد، نزدیک بود که یکش از بین بره تلف شد، اونم بود که موشه و آقای محب آمد به دیدنش و بالاخره هم وعده هایی را به ما داد. و امروز تقریبا چهار نفر از خواهرای ما که از قندهار است، هلمند است و پکتیکا است و ننگرهار نماینده هایشان است، امروز دهنشان است دوختن. به دلیل از این دوختن که هر چی که ما صدا کشیدیم در میدیا، هر چی که ما صدای خود کشیدیم، ما درد خود گفتیم، مشکل خود گفتیم، اما هیچ کس صدای ما را نشنید، مجبور شدیم که دهن خود بدوزیم، دیگه چاره ای نبود. چی میگید؟ گفتن باندې استاس گفتن باندې کسم مخکم باسون شوی دی و یو واضی دی، خو خدای چی تکرار شی
چې ستاسو اساسي غوښتنه غیر لدې چې تاسو وایي اختصاصي کمیټه جوړ شي د تاسو د شکایتو د بررسی لپاره نور عمده غوښتنې پخوانی غوښتنه یو تاسو دا و چې و ځانګړې محکمه رامنځته شي و خاصه محکمه ما خواهانی ما هیچ وقت از حکومت از دولت خواهان نظیر نبود که خواست ما این نبود که خدای نخواسته خواست فراقانونی ما داشته باشیم خلاف قانون ما نمیگیم که دست ما را بگید در پارلمان داخل کن ما اول ابتدا گفتیم محکمه اختصاصی جور شوه خو هیچ کس فراتر از قانون نیست باید محکمه اختصاصی جور میشد به خاطر مشکلات حل مشکلات ما اما اینا که نساختن باز خودشان یک تعداد از مشاورینشان گفت میشه که اگر راه حل پیدا شود ما یک کمیته تکنیکی را جور شود کمیته تکنیکی اما با ما قناعت کردیم گفتیم اینی اسناد ثبوتی که دست داریم مدارکی که دست داریم اینو میره حداقل اون کمیته تکنیکی هر چیزی که هست اینو ما خواست کل ما اینا میاس که کمیته اختصاصی جوشه بله یا کمیته تکنیکی جوشه حداقل شما باور بکنید همین اسنادی که نمیل پیش ما هست اینو اسناد ما را شما همین شخصیت های تکنیکی و حقوقی و مسلکی را بگذارین در جایش بگذارین یک پیاده دفتر که حداقل یک کتاب الف بی تی سی را خوانده باشه ما برای شما چی میگیم یک کتاب الف بی تی سی را خوانده باشه اینو میگم تو که ورق بزنه میفهمه که دینی میجا امی چقدر تقلب صورت گرفته بله چقدر تقلب صورت ببینین علمی خودش تقلب بسیار کلان که 370 را خانم نیلوفر کوفی در یک مرکز تقلب کرده است برای خدا این هر کس باشه میفهمه که میگه که امی کورم باشه اینو میفهمه چرا این را بررسی نمیکنن به خاطر چی ادمن کدام ترسی وجود داره اگر ترس وجود نداشته باشه چرا یک کمیته ایجاد نمیکنه که بس بیا تاسو راګرځم تاسو پام دې باندې چې څه ترس ده حکومت دلیل څه ده چې اتیا ورځی کې تاسو ناس یو د عقل دام درته نو ویل کې چې کمیټه درته نه جوړو یا دا درته چې کمیټه درته جوړو خو کله راګرځم اغلی مروته سوس نظر لري د دغه خزینه نوماندانو پاره چې د دوی پروانه تر اتیا ورځو ډیر کېږي چې دوی ناستي او حکومت لک تر لک دوی ته قناعت هم نه ورکوي چې بل اخره ای دوی غوښتنه واوریدل شي او دوی په غوښتنه باندې فکر وشي ډیره مننه شاکر صاحب سلام تاسو ته پایکان صاحب ته زموږ ټول لیدونکو ته اعتراض او مدني حق د هر افغان چې هغه که په ځینو مواردو کې د دوی سره یا هر افغان سره ناخوالی کیږي دوی د اعتراض حق لري مخصوصا دغه ښځینه نوماندانې چې دوی شاوخوا اتیا ورځې په خیمه کې تیرې کړلې د روژې میاشتې ورځې د اختر ورځې وروسته لغه نه باران پرې وسه له دغو ښځینه نوماندانو سره موږ څو ځلې له نږدې اړیکې نیولې دا د دوی حق ده اول خو د شکایتو کمیسیون دا مکلفیت و او دا قانونی صلاحیت و او ټولو نوماندانو په دوی دا حق درلوده چې دوی باید شکایتو ته رسیدګي کړې وای د ځینو ولایتونو حتی د کابل په شمول سره د شکایتونو ته په سمه توګه د نوي کمیسیون لخوا رسیدګي ونه سوله حتی د کابل موضوع تاسو ولیدل چې څو ځلې حتی ما په رسنیو کې دا موضوع یاده کړې ده چې کله شاته تګ ته مو ترجیح ورکړله او لاړه یا تویشتم او نهه ویشتم د میزان ته نو ابتدایي لست هم لغوه سه نو دا نورې مرحلې هم لغوه سولې کله چې ته مراجعه کې اوله ورځو ته بیا نو دا لست چې تا اعلان که دا ابتدایي لست و که دا هغه نهایي لست و اما د موږ ابتدایي لست پر اساس باندې دوی نوماندان معرفي کړل د افغانستان پارلمان ته همدارنګه هغه څو ولایت چې په هغه کې کندوز ولایت هم شامل دی چې دوی دفتن اعلان کړل د شپې تقریبا ناوخته هغه هم د دې لپاره چې مشورتي لویې جرګې ته دوی مشروعیت ورکړي دا اعلان سول هیڅ شکایت ته رسیدګي ونه سه دا د دوی حق ده بله موضوع دا چې د اختصاصي محکمې غوښتونکي چې دوی وه شاید د حکومت دا ډار او ویره دا وي چې که اختصاصي محکمې موږ هر ځل هر دورې ته جوړوو دا بالاخره د قانون په یو ماده باندې تبدیلیږي او دا کار دوی ته ستونزمن تمامېده اما د یوې اختصاصي کمیټې یا هم د تخنیکي کمیټې چې دغه د څار بنسټونه هغه ورځ چې دغه ښځینه نوماندانې په دغه خیمو کې کېناستلې زموږ غوښتنه همدا وه چې دوی ته د یوې اختصاصي کمیټه جوړه سي هغه کمیټه د بې طرفانه د دوی په مقابل کې حداقل تصمیم ونیسي حداقل یو څوک وي چې د یو چا غږ واوري اوس یوې خواته فکر وکړو چې د افغانستان حکومت نه غواړي خلاف د قانون کومه پرېکړه وکړي یا هم فکر وکړو چې دوی ډار لري چې اوس که د دوی شکایتو ته رسیدګي وکړي د هغو نوماندانو هغه مشروعیت تر سوال لاندې راځي چې اوس په پارلمان کې دي حداقل دوی ته غوږ ونیسئ حداقل د وهلو ټکولو د توهینولو حق خو د هیڅ انسان نه لري په داسې یو سنتي ټولنه کې د یوې ښځې د توهین حق خو هیڅکله هم دوی نه لري حداقل هغه شرعي او اسلامي او افغاني کلتور باید دوی نظر ته نیولی وی دغه مېرمنې موږ له ډېرې نږدې څخه دوی سره اړیکې لرو دوی وهل سوي دي ټکول سوي دي له خیمو څخه ایستل سوي دي د دوی خیمو ته اوبه ورشیندل سوي دي حتی زموږ امنیتي چارواکي
هر ځلې کوشش کړی چې دوی ته د شپې مزاحمت وکړي، د دوی خیمې لري کړي. دا ښځینه نماندانې اتیا ورځې کمې ورځې نه دي، د تاوتریخوالي حق نه حکومت لري، نه کمیسیونونه لري، نه هم امنیتي چارواکي. یو سوال دلته دی، دا د کمیټې په برخه کې چې یو د شکایتو کمیسیون پریکړه ده، اصلي ستونزه هم د شکایتو کمیسیون پریکړه ده چې په قانون کې دغه پریکړه قید شوې چې د شکایتو کمیسیون پریکړه نهایی ده. نو اوس د دې موضوع حل یوازې یوه ځانګړې محکمه کولی شي چې هغه پریکړه چې شکایتو کمیسیون کړی او په قانون کې قید شوې چې دا نهایی ده، هغې باندې له سره کتنه وکړي چې دا پریکړه سمه ده. موږ په تېرو ټاکنو کې شاوخوا 800 کسه نماندان درلودل، ښځینه او نارینه. د دې ټولو غوښتنه دا نه وه چې دوی د حتماً د 800 کسه د ټول لاړ سي پارلمان ته او د پارلمان د 250 چوکیو پر ځای د 800 چوکۍ کېښودل سي. د شکایتو ثبتول د دوی حق ده. هر انسان، هر افغان، حتی عادي خلکو هم د شکایتو د ثبتولو حق درلود، نه د عادي خلکو شکایتونو ته رسیدګي وسوه او نه د نماندانو ته. د دې ټولو غوښتنه دا نه ده چې حتماً د شکایاتو کمیسیون یا هم د قانون د مادې پر اساس چې د شکایاتو کمیسیون فیصله نهایی ده، د هغه په خلاف د دوی عمل وکړي یا د نماندانو له پارلمان څخه راوباسي. اما د دې حق خو لري چې حداقل دوی پوسي د دوی رایې څه سولې. حتی دا موضوع موږ څو ځلې په رسنیو کې یاده کړې ده. یوې نماندې د هغې کورنۍ خپل ځان ته په یو مرکز محل کې رایې ورکړې دي، سبا ستلو مغه د ده د دغه نماند خپله رایه هم نه وه. یعنی دا غو دردونکي حالت ته چې دوی باید کمیسیونونه ځواب ورکړي. ته د 4-6 نموندنې پام ته نه نیسې، ته د خلکو 10,000 شکایتونه مد نظر نه نیسې، ته د نماندانو شکایت مد نظر نه نیسې، نو بیا ته څه کوې؟ د شکایت کمیسیون موجودیت منطق بیا څه سي؟ بیا نو دا کمیسیون باید لغوه سي. یو سوال دام ده چې کله چې کمیسیونونو سره موږ د دغو ښځینه معترضو نماندانو خبره شریکوو، هغوی وایي چې زموږ کار خلاص دی او حکومت لکه څنګه چې دوی پر وینا دوی تیر باسي، دوی ته مثلا دروغجن وعده ورکوي چې نتیجه یې دا د جاتیا ورځې شوې او د جاتیا ورځې نه وروسته تر څلورو پورې خزینه معترض نماندانو خپلې شونډې وګنډلې. نو دوی غږ څوک واوري؟ دوی اصلي مرجع څوک ده؟ بالاخره ګورې داسې نه ده. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې چې یو شی رسم سوی دي او هلته درواج په شکل باندې بدل سوی دي، هغه که د بایومتریک مسله وي، دا سیاسي ګوندونو کړي، که د فهرستو مسله وي، زموږ لارې بندې وي، بس 15 ورځې موږ له کار څخه ووتلو، د دې لپاره فهرستونه خراب شول، که اوس د بودیجې مسله ده، وایي ورسئ پخواني کمیسیونونه راونیسئ او هغو ګرم دي پکې. که ورته وایو چې د ښځینه نماندانو شکایتونو ته رسیدګي وکړو، دا مسؤلیت زموږ نه ده. تېر کمیسیون د دوی ټاکنې ترسره کړې وې او شکایتونه یې پاتې شول. تا خی څه وکړل؟ هغه کمیسیون ولې لرې څه ده؟ همدا یې دلیل و، همدا یې منطق و چې هغو لرې سول، تاسو پر ځای راغلی تر څو له هغه نه ښتاره کار وکړي. دا خو دغه مسؤلیت له سره چپول نه سول چې ته په یوه شپه کې 15 ولایته اعلان کړه، کابل هم اعلان کړه او مراجعه وکړه، 8 او 9 د میزان ته هر څه له سره تېر کړه، بیا راسه وایه زما مسؤلیت خلاص شوی ده. مسؤلیت یا زموږ فیصله نهایي ده، ته به هر څه وایې. د افغانستان خلک خو تا سره نه مني. همدا اوس عین کارونه ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم د کمیسیونونه په ډېری موردو کې خپل مدیریتي ضعف ښیي، خپلې نیمګړتیاوې ښیي چې د ټولو نیمګړتیاوو سره موږ له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ یو. دغه نن ورځ موږ ته اعتبارنامې راکړل سوي دي د نظارت لپاره. په داسره کې تقویتي نوملیکنه خلاصه شوه. تقویتي نوملیکنه خلاصه شوه. دوی تر اوسه پورې څلورمه ورځ ده چې وخت یې تېر سوی ده. دوی باید فهرستونه په مراکز او محلاتو کې بند کړي وای. حداقل نن زه خپله په مراکزو ګرځېدلې یم چې دغه فهرستونه بند سوي دي که نه دي بند سوي. په 15 ناحیو کې هیڅ مرکز ته فهرست نه ده تللی، خلکو هم نه ده چک کړی. بل ورځ ورځې وایي ما فهرست بند کړی و، خلک په ورغلي و، کتلی به یې وه. دا چې خلک پوه نه دي، خلک خو آګاهي نه لري، ته چېرته عامه پوهاوي دپاره کار کوي؟ دا د مسؤلیت چپول دا داسې نه کېږي چې ښځینه نماندانې ما هر څه اعلان کړل، د شپې 12 بجې اعلانوم، سره له دې چې دغه 15 ولایتو چې په یوه شپه اعلان شول، دا ما ډېر ښه په یاد کېږي. تر مازدیګره پورې زموږ همکاران په کمیسیون کې وه، چې کندوز، جوزجان، وردګ، د کوچیانو حوزه او بیا وروسته د کابل ولایت چې دی بغلان هم پکې شامل و. زموږ همکاران تر ماښامه پورې په کمیسیونونو کې ووایي موږ څېړنو ته ډېر وخت غواړو، یو څو ورځې نور هم نیسي چې دا اسناد موږ وڅېړو، بیا یې اعلانوو. د شپې 12 بجې دا اعلان شولې. نو دا په قصدن او په عمدي شکل باندې د نظارت دنده محدودول دي، له خپل سره مسؤلیت په ډېر بد شکل باندې. مننه راګرځم بیا هم تاسو ته. اغلې پیکان، دولت ستاسو آواز نه اوري، دلیل څه ده چې په اتیا ورځو کې بالاخره تاسو ته قناعت درنه کړي؟ ببینین، ما پیشتر بر شما گفتم که شاید یک ترسی وجود داشته باشه. دا کوم ترس؟ به خاطر از که خلاف قانون حرکت کردن. ببینین شما،
ای مکتوبی است که خوب ایره متوجه شوین، مکتوبی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات روان کرده که 4 حوزه را اعلان کو. در اینجا یک تعداد امضا کرده از کمیشنرها، خوب صحیح متوجه شوین، یک تعداد دیگه با وجدانهایش امضا نکرده. حتما این دلایلی وجود داشته. چرا چند نفر امضا میکنه چند نفر امضا نمیکنه؟ اینجا علت وجود داره نه؟ به خاطر از اینکه اپنی یک تعداد گفته این خلاف قانون است، یک تعدادش به خاطر که چشم پت کرده ما را قربانی چند تا رهبر و قربانی لک دلار کرده، به این خاطر یا امضا کرده. ببینید ماده 91 گفته در قانون انتخابات که تصمیم کمیسیون شکایات نهایی است، این از این ماده 91 یا سوء استفاده کرده. باز در ماده 31 طرز عمل قانون انتخابات گفته که کمیسیون شکایات مسئولیتش چیست، وظیفه‌اش چیست، وظیفه‌اش باید شکایات بررسی بکنه. ببین شکایات در 4 ولایت بررسی کرد، ولایت قندوز، بغلان، میدان وردک و حوزه کوچه ها که در یک شب ساعت 2 شب که تصمیم گرفته میشه که فردا افتتاح پارلمان میباشه. اینجا یا از این ماده سوء استفاده کردن. وقتی که تو شکایت تو چهار از 4 ولایت تو، ما وقتی که لیست ابتدایی که اعلان شد متقلبین اعلان کرد، ما عریضه کردیم و اعتراضات کردیم، اینی مکتوب کمیسیون انتخابات قندوز ولایت به کمیسیون مرکزی روان کرد. به اساس از این 4-5 نفر کمیشنرهای که از تمام ولایت افغانستان از اقوام مختلف افغانستان روان کردن به ولایت بر بررسی. خب وقتی که ایا به بررسی رفت از بدخشان گرفته تا لغمان و پنشیر و سرپل ایا رفتن به بررسی. وقتی که زمانی که ایا رفتن به بررسی در حضور داشتی که ایا دادن، چون خواست ما گفتیم، ما گفتیم که زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی را گفتم که زمانی که شما بر ما هیئت روان میکنین شما باید این را یاد داشته باشین که صندوق از الف تا یا شماره شوه، یک رای سفید از سیاه جدا شوه، رای بایومتریک بدار اعتبار قرار داده شود، میدیا در اونجا حضور داشته باشه، امنیت ملی باید باشه، استخبارات باید باشه، سارنوالی باید باشه، فیفا، تیفا، جامعه مدنی، حقوق بشر باید وجود داشته باشه. در این صورت ما قبول میکنیم که تو باید صندوق باز کنید. در غیر اینی نهادهای ملی و بین المللی و نهادهای امنیتی نباشه ما قبول نداریم، بدل از اینکه باز شما تقلب میکنید. بالاخره شما میفهمید که آیت ها در اونجا رفتن با حضورداشت فیفا، تیفا، جامعه مدنی، حقوق بشر، با حضورداشت امنیت ملی، این ملی از صدای مر امنیت ملی سیف میکنه، با حضورداشت امنیت ملی استخبارات صندوق باز میشه، شکایات بررسی میشه، کی برنده است، کی بازنده است، تقلبات میشه کنه، یعنی تو تقلبات بیرون میشه. بله. این تو ابلاغیه ها به دست ما داده میشه. این ابلاغیه ها تنها پیش ما نیست، پیش پیکان نیست، این ابلاغه پیش فیفا است، این ابلاغه پیش تیفا است، این جامعه مدنی ابلاغه پیش تقلب گوش ده. این ابلاغیه کسایی که تقلب کردن جایایشون باطل شده. ابلاغه که تاسو شوید تاسو برنده دقیقاً ما بر شما نشون میدم. خب امی گزارش بررسی شد آمد، خب امی ماده 91 شما چرا تطبیق نکردید که در اینجا نوشته کردید؟ چرا خودتون نقض کردید؟ چرا این ماده 31 شما نقض کردید؟ ما را قربانی ای 4 ولایت قربانی جرگه صلح کردید که جرگه صلح تدویر میشه، باش که پارلمان نصاب شه قربانی. گوش کنین اینجا زمانی که بررسی میشه ای اسناد میآید که میسون شکایات انتخاباتی در گروگان خود میگیره، در گروگان خود میگیره میمونه. همین شب صبح که پارلمان افتتاح میشه ریاست جمهوری میگه عاجل شما کارهایتان سرعت بدین، 4 ولایت اعلان بکنین. یا این از این ماده 91 ماده 31 قانون انتخابات یا سوء استفاده میکنن، چشم پت میکنن. 3 نفر از کمیشنرها میفهمین بی‌مسئولانه، یک خیانت جنایت بزرگ به حق ما 4 ولایت انجام میده. مستقیما این مکتوب به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات چه میکنه؟ اعلان میکنه. چون صلاحیت ببینید شما سعی کنین اجازه بدین این ابلاغیه هست. این خانم کوفی، نیلوفر کوفی، ما باید بگم که خوب باید شما بفهمین این ابلاغیه است که رأی از او باطل شده. به اساس چی باطل شده؟ خب سعی کنین این ورق چی داره؟ کدام تاپا داره؟ امضا داره؟ چی داره اینجا؟ این در سیستم است، این به حالات است، محل 01، محل 02، محل 03.
د محل 03 نیلوفر کوفی 180 د محل 02 190 رای د محل 03 چیز لري 370 رای با سیستم بالا میکنه داخل سیستم میسازه در حالی که رای نداشته اجازه بدین این ریزل شیت اساس کم پیش شما هم است پیش فیفا هم است پیش تیفا به جامعه مدنی حقوق بشر پیش استخبارات است اینی سعی کنین نمرات صندوق هاست امضای کمیشنر است این نفر پنجم نیلوفر کوفی 01 خانم کوفی صفر داره هیچ رای نداره بله. صفر دو رای داره بله. دو رای اونجا 180 جور شده 180 در صفر دو 190 در صفر یک 180 رای شده جور شده در صفر سی صفر داره شما ببینید در سی محل ای آدم در سیستم در سیستم 370 رای برش بسازه شما فکر کنید این هم ابلاغ است مش نمونه خوروار دوست کم لرو درست نمیخوام مش نمونه خور 206 رای 117 رای خب ما کدام از این را شما برای شما بیشتر از 800-900 رای از این در تقلب امروز در 120 رای رفته در پارلمان شده اما کمیسیون شکایات انتخاباتی بیمسئولیتی میکنه این را روان میکنه لن سوال او لن جواب دغه کارونه خو شکایت کمیسیون کې شوې دي انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه مسائل رامنځته شوې دي تاسو چې هغه ترس لري له دې موضوع نه بله اوس ارګ ولې تاسو ته سم جواب درکې ارګ ولې تاسو سره دوګونی چلن کوي د حکومت خو اینا نه نه لګم چې دوستای یکی اس او برادر دوستای یکی اس اینه مینځه اینه میسای کړي نه اگر ای بررسی شوه خو اینه تقلبات بیرون میشه ای اسناد است ای ثبوت است ای مدارک است تقلبات ارګم شریک است خب حتما شاید شریک بوده باشه که چرا خیلی صدای ما را پیش رئیس جمهور نمیبره چرا ما را پیش رئیس جمهور نمیبره چرا اسناد ما را نمیبره چرا کمیته ایجاد نمیکنه که اینه میره بررسی این به نفع خودشان است هم به نفع نظام است هم به نفع خودشان به نفع دولت به نفع حکومت به نفع پارلمان به نفع مردم افغانستان آبرو عزت همگی حکومت نظام رئیس جمهور همگی به جای میشه اگر میره بررسی بکنن این میره بررسی بکنه آبروی همگی به جای بشه آبرو همه اگر میخواین آبرویشون به جای شوه آبرو عزتشون به جای شوه آبرو عزت رئیس جمهور آبرو عزت این کمیسیون آبرو عزت حکومت پارلمان همگی به جای شوه یا باید اینو بررسی بکنن اگر زم تاسو اغل منی بررسی لپاره د حکومت تکنیکی میته چی شوی دا کولی شي چې دا اسناد تاسو ولیدل په هر یو ورخه باندې تاسو دا غو تقلبات او مسله واضح شوی دا پکې کولی شي وکړو تخنیکی میټه دا مسله بررسی کی ګوري تخنیکی به طرف او مسلکی کمیته چې هغه په قانون باندې پوسی هم په دغه مسلکی مسایلو باندې چوز د اصلي دي تقلبي دي جالي دي ک دغه نمندان واقعا د دوی په حق کې ک جفا سوې دا هم لوی به انصافي ده چې د دوی غږ نه اوریدل کیږي دا به سره لدی چې موږ اندېښنه لرو چې تقلب په ورسم بدلیږي د خلکو غږ نه اوریدل هم په ورسم باندې بدلیږي او دا یو لوی اندېښنه ده د افغانستان خلکو لپاره مخصوص د نمندانو لپاره که به څوکي زکه دا مسله اوس مهمه ده چې تر دې هدا مسله رامنځته شوې دي او شکایت کمیسیون هم سترګې پټې کړې دي هدا قلا کسان چې هغه د حکومت لخوا نه وي هغه د سیاسيونو لخوا نه وي هغه د یوې مېرمنې دغه وضعیت ته د احترام په سترګه وګوري مسلکي او تخنیکی مسایل باندې پوسی او خپل بې طرفي په کامل ډول باندې دوی وساتي د دغه مېرمنو اسناد د حداقل بررسي کې تر څو د دوی لپاره یو د زړه آرامښت خو له روحي لحاظ دوی خوندان سی وګڼه دغه وضعیت د مېرمنو د اندېښنې وړ ده یو مسله چې مخکې اغلې پایکان ورته اشاره کوله چې حکومت ارګ د دوی غږ ناوري دغه مسله خطور په کمیسیونونو پورې اړوند دی کېدې چې حکومت وایي چې کمیسیونونه مستقل دي په خپلو چارو کې ولې ورسته ګام بیا داده چې بیا حکومت د دې مسولیت لري چې کله دغه تقلبات رامنځته شوي هغه یا د وی خاصه محکمې په شکل کې یا د ځانګړې یا د تخنیکی کمیټې په شکل کې دغه مسله ته وګونی سي اوس د حکومت دغه نه نیولو دلیل تاسو څه بوله ګورې د کمیسیون استقلالیت او خپلواکي هم ټولو تور معلومه ده چې څومره مستقل دي او بلې خو د افغانستان د حکومت دغه نه غوږ نیول یوه موضوع چې ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه چې که غوږ نه نیسئ یا رسیدګي نسئ ورته کړلی او ډار دا لرئ چې دا په یو رسم باندې بدل نه سي هر ځلې به موږ ټاکنې ترسره کوو بیا به یو هر چیرې د دنیا په هر هیواد کې چې د برنده او بازنده د ګټونکو د بایلونکو مسله رامنځته کیږي هلته یو طرف حتما ناراضه وي مګم د حکومت دنده دا ده چې حداقل امنیتي چارواکو مخه خو نیولی سي چې بد چلند مه کوئ حداقل دوی ته خو راتلی سي ورته ویلی سي چې د اتیا ورځې تاسو دلته تیر کړي ارګ شریک دی په دغو مسایلو کې په دغو تقلباتو کې ممکن ورسره شریک وو زه نه غواړم چې سیاسي پرېکړه وکړم دغو مسایلو کې په هغه څه چې پوهېږم هغه دا دي چې د دغو
نماندانو حق خړل سوی ده د دوی شکایتو تر رسیدګی نه ده سوی سره لدی چې واګ نه دورته نیول سوی د شکایتو کمیسیون له خپل مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده د دوی ترڅنګ دوی توهین سوی دي تاخیر سوی دي د دوی وهل ټکول یو لویه جفا ده د میرمنو په بس به جنبندي کو په حل لار باندې یو پوښتنه کوم ډیر لن جواب راکې اغلی پیکان اوس حل لار څه بولای بلاخره ستاسو ملګرو د نه خوړو اعتصاب باندې پیل کړی دی کېدای شي بیا سبا د حکومت یو چارواکی راشي او درته ووایي چې موږ ستاسو د غوښتنو ته رسیدګي کوو بلاخره وروستی غږ به موسی رای حل ای است که هیچ کس فراتر از قانون نیست برادر همگی از اول گرفته تا آخر از نفر بلند پایه گرفته تا یک دهقان چوپان در برابر قانون یک قسم حقوق و حق داره باید هر قسم که میشه باید محکمه کمیته اختصاصی جور میکنه و یا محکمه اختصاصی جور میکنه بخاطر که آبروی همگی به جای شوه آبروی کمیسیون به جای شوه آبروی ریاست جمهوری به جای شوه آبروی همگی اگه به جای شوه میخواین به جای شوه اسناد بررسی بکنن کمیته ایجاد بکنن چون کمیسیون ها پیشتر ما گپای ما مود است پیش شما خیره کمیسیون های انتخاباتی استقلالیت خود از دست دادگی است و اصلا یک بوت واری است اصلا وقت خاص دیده من تمام ارزش های قوانین نافذه کشور تمام ارزش های دموکراسی یا زیر سوال امروز در این مشکلات ما مواجه هستیم اگر امنیت هستند حل را پیو جمله که او روچی چه باید وشی وست قانون ته پدرانه سرګه کتل انساني او قانوني او بل اخره مدني حق ته دغه میرمنو چې دغه د اعتراض کول دي دوی ته اجازه ورکړي او د افغانستان حکومت څخه غواړو چې زر تر ژره دي دوی دغه فیصلو ته او حداقل دغه ناوړه وضعیت ته د پای ټکی کړي ډیره مننه کور مودان چراله په موضوع سره باسو که ګران لیدم تاسو ډیره مننه چې تر دې دمو مزمن ملتیا کوله تربیا مو الله ملشه